لزوما این نیستش که اگر آقای رئیسی در این سانحه کشته بشن، لزوما این نیستش که آقای مخبر بیاد سر کار. چیزی که در واقع من دیدم اکثرا استناد کردن به این موضوع، اما در قانون اساسی در اصل 131 قانون اساسی وضعیتی که در واقع رئیس جمهور به هر دلیلی نتونه کارشو انجام بده پیش بینی شده و در این اصل گفته شده که در صورت فوت رئیس جمهور یا در صورت غیبت و بیماریش بیش از دو ماه معاون اول رئیس جمهور با موافقت رهبر میتونه مسئولیت های در واقع رئیس جمهور رو عهده‌دار بشه. اینجا وقتی میگه با موافقت رهبر، اینجا یعنی اینکه اگر رهبر موافقت نکنه لزوما نیستش که حتما و قهرن معاون اول بهش جایگزین رئیس جمهور بشه. در ادامه اگر رهبر موافقت بکنه، آقای مخبر در واقع معاون اول به محض اینکه جایگزین ابراهیم رئیسی شد، باید شورایی رو تشکیل بده با حضور رئیس قوه قضاییه، رئیس مجلس و خود معاون اول و ظرف 50 روز انتخابات ریاست جمهوری زودرس رو تدارک ببینن. اگر معاون اول فوت بکنه یا نباشه، یا اصلا معاون اولی تو کار نباشه، یا رهبر موافقت نکنه با معاون اول که مسئولیت های رئیس جمهور رو به عهده بگیره، اونجا رهبری اختیار رو داره که شخص دیگری رو به طور موقت جایگزین در واقع ابراهیم رئیسی بکنه. بنابراین اگر ابراهیم رئیسی در این سانحه کشته شده باشه، بلا فاصله بعد از خبر رسمیش رهبر باید یک نفر رو به عنوان جایگزین ابراهیم رئیسی معرفی کنه. گزینه اول طبق قانون اساسی معاون اوله، مشروط به موافقت خامنه‌ای. اگر خامنه‌ای موافقت نکنه باید شخص دیگری رو معرفی کنه، ولی به هر حال باید شخص دیگری جایگزین بشه تا زمانی که انتخابات زودرس انجام بشه. و بعد از اون اگر ابراهیم رئیسی در این سانحه مفقود بشه، یعنی اینکه در واقع ندونن هلیکوپتر کجاست، زنده است، مرده است، و ترجیح بدن بررسی بکنن موضوع رو یا بگردن، یا اینکه نه اگر پیداش بکنن صدمه بدنی دیده باشه که نتونه ادامه کار بده، باز هم در این صورت اگر این مدت صدمش یا مفقودیش در واقع به اندازه 2 ماه برسه، باز اون موقع رهبر میتونه جایگزین اون معاون اول انتخاب کنه یا شخص دیگری. به هر حال اگر رهبر جمهوری اسلامی در این شرایط شخصی رو با اعلام کشته شدن ابراهیم رئیسی، رهبر جمهوری اسلامی شخص دیگه یا غیر از محمد مخبر که خودش عضو تشخیص مصلحت نظامه و قبلا هم مورد تحریم آمریکا قرار گرفته، شخص دیگری رو معرفی بکنه، خیلی نباید سورپرایز بشیم، چون رهبر این اختیارات رو داره. از طرف دیگه علیرغم اینکه خب ابراهیم رئیسی رو رهبر جمهوری اسلامی از صندوق رأی بیرون آورد، و اگر الان که به احتمال بسیار زیاد ابراهیم رئیسی در این سانحه کشته شده و در واقع رهبر از الان اون شخص مورد نظر خودش رو هم آماده کرده که از صندوق بیرون بیاره، اما این تمام ماجرا نیست. این ماجرا این هستش که درسته که ابراهیم رئیسی به هر حال مهره علی خامنه ای بود، اما کشته شدن ایشون خواه نخواه تأثیراتی و سیاست خارجی به طور موقت در سیاست خارجی و سیاست داخل ایران میذاره، و ما 50 روز ملتهب که آبستن حوادثی خواهد بود رو داریم که چه کسانی میخوان کاندیدای رئیس جمهوری بشن، به چه شکلی تروفرز تایید صلاحیت میخوان بشن، خامنه‌ای کدوم رو انتخاب میکنه. اگر فرضاً درصد کمی ابراهیم رئیسی میتونه جایگزین خامنه‌ای بشه، حالا سیاست جانشین رهبری هم اینجا عوض میشه. ضمن این که در واقع این سانحه و کشته شدن ابراهیم رئیسی تأثیری میذاره بر در واقع اقتصاد ایران، بر تحولات اجتماعی و همچنین بر موضوع حقوق بشر، دست کم تا 50 روز آینده.